بسم الله الرحمن الرحیم بیننده های عزیز سلام وقتتون بخیر ان که صحت باشین بیننده برنامه دنیا ورزش هستین دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشین همان گونه که در جریان هستین در برنامه های قبلی هم ما روی بعض موضوعات پرداخته بودیم اما این بار قرار است روی یک از تورنمنت های ولایتی بر صحبت بکنیم تورنمنت قهرمانی فوتسال ولایت بامیان زیر نام جام پلاسکو که برگزار شده بود در روز جمعه شاهد برگزاری دو دیدار بودیم یک دیدار ردبندی مسابقات که برای مدال برونز یا جایگاه سوم رقابت ها بود و یک بازی هم مسابقه فاینال بود که بین تیم های کوه بابا و جوانان بامیان برگزار شد دعوت میکنم تا پایان صحبت ها با ما همراه باشین محمد جاوید عطایی مسئول برگزاری همین تورنمنت در رسید با ما هستن که بیشتر روی موضوعات خواهیم پرداخت آقای عطایی سلام بخیر وقت بخیر بسیار خوش آمدید سلام و وقت بخیر خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون جهانی آریانا محمد جاوید عطایی هستم یکی از جمع مسئولین برگزاری تورنمنت فوتسال ولایت بامیان جام پلاسکو بسیار خوش آمدید آقای عطایی در مورد مسابقات کم صحبت بکنید که این تورنمنت چندمین دورش بود و با حضور چند تیم برگزار شده بود؟ دومین دوره تورنمنت فوتسال ولایت بامیان بود در کابل دور اول سال 1398 بود که با قهرمانی جوانان بامیان اختام پیدا کرد و این دومین دور تورنمنتش بود که از زون هشتگانه اولسوالی لس های بامیان برگزار شده بود که از 8 اولسوالی و شانزه تیم در این برنامه شرکت کرده بود از 16 تیم در چهار گروه چهار تیمه حضور پیدا کرد این تورنمنت ما شامل 13 روز بود که از 13 روز ما و شما اختتام ما در روز جمعه روز قبل روز جمعه برگزار شد که بندی و موضوع فینال اختتام یافت درست 16 تیمی که حضور پیدا کرده بودند در این مسابقات تیم هایی که شامل مسابقات بودند تیم ها بازیکنان را از خود بامیان بود یا نه بازیکنان را خریداری کرده بودند تا در این مسابقات حضور پیدا کنند <applause> چون شاید بر ببخشید چون شاید حضور برق بازیکنان ملی پوش ما هم بودیم در کل سمن به با بودیم که حداقل تورنمنت در سطح بامیان باشه و معرفی ما تنها از بازیکن های بامیانی باشه 16 که داشتیم تماما بازیکن داخلی بودن بازیکن های بامیانی بودن که مسلما بازیکن بامیانی ما بازیکنانی هستند که در تورنمنت های ملی اشتراک داشتن و تمام بازیکنان های ما مشخص مربوط به بامیان بودن مسابقه ای که 13 روز دوام کرد و تیم هایی که در این رقابت ها حضور پیدا کرده بودند مسابقه سوم بین تیم های اتحاد فاتو و اقابان تخت, تخت. برگزار شد بله تیم ها از کدام دقات بودن؟ اقابان تخت همچنان از ولسوالی و رس بامیان بودن و همچنان اتحاد فاتو از ولسوالی و رس بامیان بود که هر دو بر سر مقام سیومی رقابت کردند که اقابان تخت توانست که حریف سرسخت ها اتحاد فاتو را با نتیجه چار بر دو شکست بده درست نتایج قبلی اتحاد فاتو و تیم اقابان تخت چگونه بود؟ نتایج قبلی در هر دو در گروه های خود به شکل تیم دو دوم صعود کرده بودند که توانستند که در جمع چهار تیم برتری ما شما حساب شد درست پس رده مسابقه نیمه نهایی نداشتین نه نیمه نه. نهایی نداشتین درست دو تیم اول و دو تیم دوم بالا میامد که باید زبدری بین با هم رقابت می که چون تا چهار تیم بین قابان تخت و تیم تا هیچ رقابت نشد چون از گروه تا چارتیم با هم برابر نشدن هیچ درست درست اما در بازی فاینال تیمی که شما صحبت کردین جوانان و بامیان چون فصل قبل مسابقات را به پایان برده بود در این فصل فاینال چگونه برگزار شد فصل قبل با اون که شور و شوق فوتسال بین مردم کم تر بود باز هم ما برنامه را برگزار کردیم اختام شد و امسال که تورنمنت فوتسال ولایت بامیان با شور و شوق اشتیاق مردم زیادتر بود و برنامه بسیار خوبی داشتیم برنامه عالی بود تیم جوانان بامیان و تیم کوی بابا به شکل عالی درخ شدند و بازی به شکل وچه حسن به پایان رسید جوانان بامیان تونست از عنوان قهرمانی خود دفاع که این سال جوانان بامیان نتوانست از عنوان خود قهرمانی خود دفاع بکنه این واضح است که فوتسال فوتبال بازی های ثانی ها مسلما هر تیمی که تلاش بیشتر بکنه بیشتر نتیجه میگیره هدفتان از برگزاری این تورنمنت چی بود خب واضح هست که هر انسانی که یک برنامه میکنه هدف کلی و هدف درازمدت مدت داره ما در کل مشخص به ای که هدف تورنمنت بامیان این دور برگزار کردیم به معنای زی بود که نخواستیم که تنها بامیان نشان بدیم هدف کلی ما این شاء ای است و در درست مدت هست که ما میخواهیم بازیکن های بامیانی را در سطح های مختلف رده برای فدراسیون فوتبال فوتسال معرفی بکنیم که بتونیم که از بازیکن های ناب و بازیکن های خوش تکنیک بامیانی در سطوح ملی و بین المللی معرفی بکنیم و حداقل بتونیم که با بازیکن‌های بامیانی خود در خوشی های مردم خود سهیم باشیم و بتونیم که حداقل بامیانی های ما همچنان در لبخند و خوشی های مردم افغانستان شریک باشند از بازیکنان ملی پشت ما چند چهره نام بگیریم. از بازیکنان ملی افغانستان که از بامیان باشه اولا استاد محسن رضایی اسطوره فوتسال افغانستان که خودشان یکی از اسطوره های فوتسال افغانستان هستند و فعلا همچنان مربی تیم ملی زیر 19 سال فوتسال افغانستان هستند استاد حسین علیزاده یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان است که در فعلا در تیم ملی فوتبال افغانستان هستند محمد علی ممتاز که یکی از بازیکنان تیم ملی زیر نزد سال فوتسال افغانستان بودند و همچنان امید قمبری که بازیکن ملی فعلا فوتسال افغانستان است و یکی از بازیکنان بهترین زیر 19 سال آسیا شد از جمله کسانی هستند که از بامیان باستان هستند کاملا امید قنبری یادم بازی در قرقزستان برگزار شد و بازی های تیم ملی 19 سال که نایب قهرمانی گرفتن و مسابقات رو ما گزارش میکرد و امید قنبری رو به عنوان امید افغانستان معرفی کردم در این برنامه خوشبختانه میزبانشان بودیم فکر میکنین هدف را که تعیین کرده بودین در دو فصل مسابقات گرچه یک فاصله هم ایجاد شد فاصله دلیلش چی بود که سال 1398 تا کنون نتونستن مسابقات رو برگزار کنن خب درست برنامه اول ما شما در سال 1398 بود با اختطاف خیلی طول مدت چهار سال برنامه ما برگزار مشکل از, 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 از این ماهی بود که تقریبا برنامه هایی که ما زیر نظر داشتیم نظر به مشکلات های اقتصادی و برنامه هایی که داشتیم نتونستیم روالا سال یک بار برگزار بکنیم انشالله بعد از این با نظر به هماهنگی دوستان و حامیایی که ما داریم انشالله تصمیم بگیریم داریم که بعد از این هر سالی برنامه را با زیر نام همین تورنمنت و همچنین رده های سنی بالاتر انشالله برگزار بکنیم پس دیوار بار تورنمنت بزرگ سالان بود قصد داریم در سالهای بعد تغییر هم پیدا انشالله تصمیم بایستیم بایست که مصمم هستیم که زیر سن 19 سال پایین تر هم برگزار بکنیم که حداقل بازیکن خوب بتونیم که در رده بهتر معرفی بکنیم چرا می تونم در خود بامیان برگزار نمیکنیم که در کابل برگزار کردیم خب چون مصمم می که تورنمنت در بامیان برگزار شده اما اکثریت بازیکنان ملی پوش و بازیکنان خوب خوشنام و کسانی که واقعا در رده های بهتر می درخشه فعلا در مرکز هست و مرکز یک جای هست سهولت هست که از هر نقطه ای که اگر بازیکنان بامیانی باشن میتونند که خود در مرکزیت این ولایت برسونه مرکز کابل برسونه و بتونیم که داخل با شکل رونق بهتر برگزار شند. ما در بامیان حتما سفر داشتین شاهد جمنازیم های بامیان هستیم چند با جمنازیم داریم من فقط یک را معرف دیدیم که جمنازیم ولایتی است که تازه ساخته شده دیگر جمنازیم هم داریم قبلا یک جمنازیم دولتی داشتیم و جمنازیم جدیدی که تازه شروع شده دو جمنازیم فعلا داریم درست. در در بامیان. بامیان, بله. درست پس این میتونه یک کمک بزرگ به بکنه که شما توجه را جلب بکنید به که در ولایت بامیان فوتسال هم بیشتر رشد کنه و همچنان جمنازیم های بیشتر هم ساخته شد حالا در 13 روزی که برگزار کردین نتیجه و فیدبک کارتون چی بود؟ در مدت 13 روزی که ما برگزار کردیم چندین مورد بود که باید ما شما شم، شم یاد بود, بود کنیم موضوع اول موضوع امنیتی موضوع دوم حداقل برنامه هایی که با خود فدراسیون ما همه هنگ باشیم موضوع رسانه اینها موضوعات بود که باید ما یاد بود بکنم اولا تشکر خاص میکنم از مسئولین امنیتی که زیربتی که همیشه در این مدت سی روز سیزده روز همیشه با ما همکار بوده و امنیت مردم ما را به شکل احسن گرفت حداقل مردم ما به شکل با با امنیت خاص بتونه چی بکنه در برنامه شرکت بکنه و حداقل یک کارکرد عالی داشته باشه و موضوع دوم از مسئولین کمیته فوتسال افغانستان یک تشکر خاص میکنیم که در قسمت تدوین و تنظیم این برنامه با ما همکار بوده و کشت تا حد آخر تانیستیم که این برنامه را به شکل احسن ما پیش ببریم و همچنین از رسانه ها مخصوصا تلویزیون آریانا عزیز تشکر خاص داریم سلامت. که همیشه همگام با مردم بوده و ورزش دوستان را حمایت کرده و ورزش ورزش کاران را تشویق کرده و ایده برنامه هم تشکر خاص داریم که حداقل ما با ها را فراموش نکرد و این برنامه ما را پوشش داد و ان شاء الله می کنیم که در برنامه های بهتر داشته باشیم و همگام با تلویزیون آریانا باشیم ان شاء چهره رمزی رویداد معرفی کردین با کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال خب واضح هست وقتی که ما 13 روز برنامه داریم بازیکن های محبوب بازیکن های خوبی رو داریم که زیر دست میگیریم مشخصا چون این قانون قاعده نیست که ما یک بازیکن برای فوتسال معرفی بکنیم بازیکن خوب ماست بازیکن نمایش میگذاریم بازیکن از خود فدراسیون فوتسال افغانستان مسئولین شما ده بازیار دیدار کردم مسلما حتما چهره های نخبه حتما انتخاب کرده تنها موضوع بازیکن و تیم نیست که مربوط به ولایت بامیان باشه خب در سطح داوری هم نیاز است که کیفیت داوران ولایت بامیان هم بالا بره و همچنان از طریق این مسابقات باید سطح مربیان داور فوتبال فوتسال ولایت بامیانم، به بررسی گرفته شا. از این دو بخش چگونه بودید خب در موضوع مربی مسلمان مربیا اکثریتشون بامیانی بودن که با تیم خان همگام بودن از نظر مربی گیری تقریبا اکثریت مربی, مربی های کادری بودن که ما در کل میتونیم که در برنامه های بعدی استفاده خوبشون داشته باشیم اما در قسمت داوری داوری ما حرف نداشت داوری مشکل نبود اما چون داور داور بامیانی نبود چون ما در سطح برگزاری ما تحت, تحت عنوان فدراسیون بود و داور از خود فدراسیون بود که یعنی داوری ملی خود ما بود که حداقل تحت قاعده و قانون ما برنامه منظم و با دیسپلین برگزار شد درست قصد دارین که برنامه بعدی و بخیر سال بعدی در چه زمانی برگزار کنین در همین زمستان برگزار میکنین یا که نه قصد تغییر دارین ان چون موضوع اصلی موضوع برنامه تنظیمی ماست که ببینیم که در کدام شرایط بهترین وقت برای بازیکن‌های ما هست ان شاء الله باید داریم که اگر برنامه بهاری داشتیم چی بهتر اگر نداشتیم ان شاء الله برنامه زمستانی یا در کابل یا در بامیان می‌خوایم که دفعه متفاوت‌تر برگزار کنیم ان خیلی زیاد تشکر محمد جواد مسئول برگزاری تورنمنت فوتسال ولایت بامیان از اینکه آمدید در برنامه سلامتیتون بخیر باشین خیلی تشکر از همراهیتون که برنامه امروز را تماشا کردین و فرصت بگذارین حتما نظریاتتون در مورد مسابقات در مورد برنامه های آریانا نیوز آریانا بخصوص در بخش ورزش شریک بکنین وقتتون بخیر